سلام و درود خدمت بینندگان مجموعه جوایز فارسی پرشن اوارز با یکی دیگه از سمینارهای این مجموعه با موضوع کاربرد و آسیب‌های خوشنویسی در زمان حال با حضور آقای جواد یوسف زاده متولد 1352 ساکن تهران اصالت کاشمری کارشناس ارشد پژوهش هنر کارشناس گرافیک فارغ التحصیل دوره فوق ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران برگزیده 11 فستیوال بین‌المللی بسم الله برگزیده اولین جشنواره سراسری نقاشی خط چله مهدوی مؤلف 3 هنری مجری دیوارنگاری شهر تهران عضو انجمن هنرهای معاصر تهران مدرس ضمن خدمت فرهنگیان تهران برگزاری 3 انفرادی نقاشی خط و حضور در بیش از 50 نمایشگاه خوشنویسی و نقاشی خط به صورت گروهی در داخل و خارج از کشور خیلی خوش آمدید و جناب آقای جواد یوسف زاده عزیز با موضوع کاربرد و آسیب‌های خوشنویسی در زمان حال بفرمایید به نام آنکه هستی نام از او یافت فلک جنبش زمین آرام از او یافت به نام آنکه تن را نور جان داد خرد را سوی دانایی عنان داد درود به همه همراهان و علاقه‌مندان هنر خط و خوشنویسی خدا رو شکر که فرصتی فراهم شد تا با همدیگه در راستای کاربردها و آسیب‌هایی که امروز بر هنر خط و خوشنویسی وارد هست اندکی تعامل نظر و گفتگو کنیم از همون سپید دم تاریخ یا از همون نقطه صفر آغاز تاریخ روزگاری که بشر در جستجوی آن بود که آنچه را که می‌اندیشد چگونه نقش کند و یا اینکه فروغ تفکر و آموخته‌هاش رو چگونه به آینده و روزگاری که ما الان در زندگی می‌کنیم منتقل کنه که از مهمترین و شگفت‌انگیزترین دستاوردهای انسان شد در واقع یکی از ابزارهای مهم تمدن بشری یا بهتر بگیم یکی از کلیدهای تمدن بشری شکل گرفت و اتفاق افتاد. خب ورود انسان به دنیای خط و نوشتار باعث شد تا همه ارتباطات، آموخته ها، تجربه ها، آیین و سنن او در مقوله زمان رکود و جمود پیدا نکنه بلکه برعکس شد. خب ببینید در همین چند جمله‌ای که من خدمتتون گفتم شما در حقیقت میتونید متوجه بشید که شاید اولین رسالت و یا اولین کاربرد خط انتقال تمدن، فرهنگ و پیشینه انسان هست. اگر در حقیقت ابداع خط نبود یا ظهور خط نبود در واقع ما نمیتونستیم یه پیشینه و یک فرهنگ و تمدن طولانی رو از ادوار گذشته تا الان برای خودمون متصور باشیم و در گستره فرهنگ و تمدن و هنر و علم از زبان میکنن که خط زبان دست و سفیر دل و وعدگاه است. ببینید یک تمام کاربرد خط در همین جمله تقریبا خلاصه میشه. اما خط و خوشنویسی در همه فرهنگ‌های متداول دنیا وجود داره و حائز اهمیت بوده و هست. در کشورهای ژاپن، چین و کره در حال حاضر واقعا دارای رونق هست و بسیار بهش هم اهمیت میدن. در دنیای اسلام هم هنر خط و خوشنویسی حائز اهمیت هست تا جایی که
نزد مسلمانان از هنر خط و خوشنویسی به عنوان هنری که تجسم کلام وحی هست نام میبرند. قبل از اینکه به کاربردهای اصلی هنر خط و خوشنویسی بپردازیم، فکر میکنم لازم هست که خیلی کوتاه به کاربردها و تأثیراتی که بر روح و روان خوشنویس یا فرد یادگیرنده میذاره با هم دیگه صحبت کنیم. خب زیبایی خط بر منزلت و کرامت خوشنویس میافزاید، در جایگاه فردی و اجتماعی فرد تأثیر بسیار بسیار میشه، ایجاد آرامش میکنه، نظم حاصل میکنه، بسیار دقت افزایی داره، بینش و سواد زیبایی شناسانه به فرد یادگیرنده یا هنرجوی خوشنویسی و یا خوشنویس منتقل میکنه. خوشنویسی یه هنری است و یا یک مهارتی است که ضمن این که بر فضای درون فرد تأثیر میذاره و تغییراتی رو ایجاد میکنه، قطعا بر فضای برون و فضاهای پیرامون فرد نویسنده و یا خوشنویس هم تأثیر میذاره و فضای پیرامون خوشنویس رو قطعا دستخوش تغییرات فراوانی میکنه. از این تأثیرات بسیار خوشنویسی بر فرد خوشنویس داره، هم به لحاظ ریاضتی که برای تمرین و به دست آوردن خط خوشنویس میکشه و هم اینکه یک هنر کاملا انفرادی است و در اون کنج خلوتی که برای خودش میسازه به خیلی از دریافتها دست پیدا میکنه. اما کاربردهای اصلی هنر خط و خوشنویسی، شاید اصلی ترین کاربرد خوشنویسی رو ما کتابت کلام وحی در نظر بگیریم و قطعا هم همینطور هست. در حقیقت در بحث کتابت قرآن و کلام وحی، هنر خط و خوشنویسی به معنای واقعی خوب و زیبا ایفای نقش کرده. ببینید از دوره های گذشته، از ادوار گذشته، کاتبان و خوشنویسان بسیار ماهر و چیره دستی بودند که سالیان دراز نشسته و کلام الله مجید رو به معنای واقعی در نهایت زیبایی با خطوط بسیار خوبی هم از نثر علیق ثلث نوشتن. خب در حال حاضر این قرآن ها هم در موزه ها و هم در کتابخانه ها موجود هست و واقعا مایه فخر ماست و جزو مفاخر هنر و فرهنگ و تمدن ما محسوب میشن. غیر از این که کلام وحی نوشته شده در حوزه های دیگه مثل حوزه های ادب، شعر و همه علوم بشری در حقیقت هم صیانت کرده و هم خوشنویسی نقش بسیار زیادی رو ایفا کرده. در مکاتبات، نامنگاری ها، فرامین بسیار نقش بسزایی داشته و کاربرد خیلی خوبی هم داشته، به ویژه در دوره صفویان که میشه گفت این دوره یکی از دوره های خیلی پر رونق و پر شکوه هنر خط و خوشنویسی به حساب میاد. خب مجموعه چند هنر مثل نگارگری، تزهی، تشعیر و جلدسازی همراه با خط زیبا خب با همدیگه جمع می شدن و در این دوره که دوره کتاب آرایی هم بهش میگن، در حقیقت کتاب های بسیار مصور و بسیار زیبا هم تولید شد که باز هم این کتاب ها همچنان در کتابخانه ها و موزه ها نگهداری می شن. بعد از دوره صفویان و هنر کتاب آرایی با حضور چاپ سنگی تقریبا و ورود چاپ سنگی به ایران، با توجه به اینکه یکی از ارکانهای مهم چاپ سنگی قطعا خط خوش هست، خب چاپخانه‌داران بسیار زیادی در سراسر ایران به ویژه در تبریز و تهران از کاتبان و خوشنویسان خیلی زیادی دعوت به کار کردند و خب کتابها و روزنامه‌های بسیار زیادی در روزگار چاپ سنگی هم تولید شد و هم از این کتاب ها هم ما تعداد زیادی داریم. خب یک کاربرد
مهم هم هنر خط و خوشنویسی در معماری داره، به ویژه در معماری اسلامی. دقت کنید شما، یکی از مهمترین پایگاه های مسلمانان در دنیا مسجد هست. شما در بعد و ورود به مسجد قطعا در سردر مساجد با کتیبه ها و خط های بسیار قوی و محکم روبرو میشید، هم در سردر مسجد، هم بر دیواره های مسجد، هم بر محراب به ویژه و در منبر. شما قطعا با خط های ثلث و نستعلیق در همون نگاه اول، یعنی همون لحظه‌ای که ورود میکنید، شما این خط ها رو میبینید. بعد از این که شما خط به چشمتون میاد، هنرهای دیگه ای مثل کاشیکاری، مثل گچکاری، مثل نگارگری و فضاهای معماری دیده میشه. خب پس اولین نماد خوشنویسی در دنیای اسلام در حقیقت در مساجد دیده میشه و در معماری. البته خب خط اولین هنر مهم دنیای اسلام هم محسوب میشه. از اینها که بگذاریم، یک کاربرد خیلی مهم پیوسته و همواره در فضاهای زندگی همه ما داره. ببینید شما اگه به منزل هر فرد ایرانی وارد شید، حتما یک تابلو خوشنویسی زیبا خواهید. اگه تابلو نبینید، حتما در دکوراسیون منزل، بر روی سینی‌های پذیرایی، بر روی میزهای عسلی، بر دیوار کوب‌ها، مجسمه‌ها و یا اینکه اصلا بر روی لباس‌ها، شما روی روسری‌ها، روی شال‌ها، روی تیشرت‌ها، قطعاً یه ردپایی از خوشنویسی می‌بینید، حتی شده یک حرف یا یک کلمه. خب این جای تعجبی نداره، به دلیل اینکه خط مهمترین نماد ما ایرانی هاست دیگه. ما خط نستعلیق رو به عنوان یه خط کاملا ایرانی میشناسیم. خب این خط باید در همه حوزه ها و در همه امور زندگی ما به چشم دیده بشه. ولی در روزگاری که تقریبا ما الان در یه دنیای مدرن زندگی میکنیم و زندگی همه ما تقریبا مدرن شده و با توجه به صنعت چاپ دیجیتال شده، یک کاربرد بسیار درجه یک و عالی در همین روزگار الان ما خط داره، یعنی کاربرد خط در گرافیک. ببینید شما الان طراحان خلاق گرافیک هم از اصل خط و هم این که به صورت تایپوگرافی در لوگوها، در نشانه ها، در پوسترها، در مهرها و در همه امور گرافیکی از خط به معنای واقعی خوب بهره میگیرن و خیلی هم حضور مقتدری در گرافیک و روزگار الان ایجاد میکنه و این نقش رو خوب ایفا میکنه. خب یه کاربردهایی رو که من به نظرم اومد هنر خط و خوشنویسی از دوره های پیش تا روزگار الان همچنان این کاربردها رو داره، اما متاسفانه باید ما به آسیب‌های هنر خط و خوشنویسی هم اشاره کنیم که خب با حضور پررنگ تکنولوژی و بسیار مقتدرانه، اهم از کامپیوتر، اینترنت، گوشی‌های موبایل، ماشین‌های پیشرفته و فوق پیشرفته مدرن این روزها، در حقیقت به لحاظ اقتصادی خوشنویسی وارد شد. در همین بحث تکنولوژی چند آسیب وارد شد. اگه مقدار دقیق‌تر و ظریف‌تر نگاه کنیم، ببینید اولین ضربه‌ای که به خوشنویسان 20 سال پیش یا 15 سال پیش، شما از هر خیابونی که رد می‌شدید چند مغازه پارچه نویسی می‌دید، یا کتاب‌هایی که توسط خوشنویسان و خوانندگان زیادی کتابت می‌شد و چاپ می‌شد. اما الان با حضور نرم افزارها و کامپیوتر و ماشین‌های پیشرفته چاپ دیجیتال، آیا واقعاً شما اثری از این مغازه‌ها و این کارگاه‌ها می‌بینید؟ واقعاً وجود نداره. یعنی اولین ضربه و اولین آسیبی که به هنر خط و خوشنویسی، به ویژه هنرمندانی که امرار معاششون از راه خوشنویسی بود،
الان به معنای واقعی همه این شغل‌ها تعطیل شده، یعنی الان کتابتی صورت نمیگیره و الان پارچه‌ای نوشته نمیشه، پرزنتی نوشته نمیشه یا با دست روی نمیدونم ابزارالات و نمیدونم امکانات دیگه نوشته نمیشه. اینا تمام به واسطه حضور تکنولوژی است. البته از حق نگذریم که تکنولوژی در بخش هایی از خوشنویسی و هنرهای دیگه واقعا یاری رسان بوده و این کار هم باید بگیم که فوق‌العاده است، اما خب به لحاظ اقتصادی این اتفاق افتاده و بسیاری از خوشنویسان ما در حقیقت بیکار شدن. خب در همین بحث تکنولوژی شما دقت کنید، ما خیلی شاید سالهای زیادی نگذشته باشه ما منشی‌هایی داشتیم یا از منشی ها و کارکنانی دعوت به عمل می اومد در اداره ها و شرکت ها که قطعا باید دستخط زیبایی داشتن، ولی الان برعکس شده، به یک منشی مسلط به امور کامپیوتر و تایپ نیاز داریم. خود این میتونه یه آسیب جدی باشه. یه ذره اگر دقیق تر نگاه کنیم، ما افراد معمولی یعنی افراد عادی، ما افرادی داشتیم که دارای دستخط‌های بسیار زیبایی بودند. دانش آموزان ما در حال حاضر به هیچ عنوان دستخط‌های زیبایی ندارند. خب همه این دستخط‌های ناخوانا، نازیبا زیر چتر گسترده همین تکنولوژی الان پنهان شدن. خب یه ضربه اینجاست که وقتی یه فرد میخواد یه دستخط زیبا رو بنویسه، یه فضای درونی خوبی داره، یک آرامش خوبی داره، یک نظم دقیقی داره، اون روح نوشتاری باعث میشه که شما یه متن زیبا رو با خودکار بنویسید. اما الان در روزگاری که همه امور زندگی به دست اینترنت و کامپیوتر و تکنولوژی سپرده شده، البته همه امور تسهیل پیدا کرده و سهل و روان شده و ساده شده، اما آیا واقعا این ضربه نیست که ما کمترین خط نوشته ها رو تایپ می کنیم توی گوشمون؟ یا حتی از این بدتر، ما یک تلفن رو یادداشت فوراً عکس میگیریم. خب این یه آسیب جدی به حضور تکنولوژی دیگه، اصلا کسی برام راه نیست. و باز خود این نریف باشه بهش اشاره کرد، خب الان یک کاربر اینترنتی یا یک طراح گرافیک میشینه پشت کامپیوتر و خیلی راحت با یه نرم افزار خط نستعلیق رو برای اون کاری که مورد نظرش هست تایپ میکنه، اما وقتی یه خروجی میاد بیرون به دلیل اینکه این کاربر یا این طراح به فضاهای چیدمان، ترکیب بندی و کرسی واقعی خط نستعلیق یا سلس اشراف نداره، خروجی کارش یه کار فوق‌العاده بیروح، خوش و به هم ریخته است. خب در بحث همین تکنولوژی ببینید چقدر آسیب به هنر خط و خوشنویسی وارد هست. ولی به لحاظ فرهنگی هم ما درگیر یه سری آسیب ها هست. الان در فضاهای فرهنگی ما با توجه به حضور خیلی پررنگ هنرهای پرزرق و برق، حالا اسم نیاریم، و هنرهایی که به لحاظ اقتصادی دارای اهمیت هستن، اون هم به لحاظ این که یه مقدار چشم و همچشمی صورت میگیره و خیلی چشمگیر هستن، خب کسی هنرجویی من فکر نمی کنم دنبال این باشه که مثلا بره خوشنویسی رو بشینه سالها در یک کنج خلوت ریاضت بکشه، به سختی تمرین کنه تا به این هنر آراسته بشه و بعد هم که وارد بازار کار یا به قول معروف یه هنرمند خوب بشه نتونه یه اثرش رو بفروشه. خب همین هنرهایی که به این معنا این همه چشمگیر هستن و پرزرق و برق هستن، دقیقاً یه ضربه هم گفتم به این هنر وارد شده به همین واسطه. و یک آسیب خیلی مهمتر از این به نظرم میاد که چون خوشنویسی به قول معروف یه طاقت مهنت میخواد و باز چون حالا من نوعی و یا یک هنرجویی که میخواد بره این خط رو یاد بگیره و یا یک فردی که نیاز داره یه خط زیبا رو بنویسه،
الان دیگه وقتی خوب دقت میکنه میگه که خب با یه نرم افزار ساده که من رو گوشی نصب کنم میتونم یه خط رو تایپ کنم و فوراً هم یه خروجی یا یک پرینت بگیرم و در اختیار داشته باشم. خب این هم حضور هنرجو رو بسیار سخت کرده. و یک آسیب جدی دیگه این که شما الان به لحاظ برگزاری یک نمایشگاه خوشنویسی اگه بخواید یه نمایشگاه خوشنویسی داشته باشید، هزینه‌هایی که از گالری و نمیدونم تبلیغات و جاهای مختلفی که به این اتفاق وارد میشه، در حقیقت شما از خیلی اینکه یه نمایشگاه بذارید میگذره. یا اینکه اگر اصلا بخواید شما یک نمایشگاه خوشنویسی رو ببینید، ببینید اصلا مخاطبان این هنر خیلی خاص شدن و ممکن خیلی آدم‌های مثلا علاقمند خیلی زیادی هم که دنبال این هنر باشن، ولی در مجموع شاید در سال دو سه تا نمایشگاه خوشنویسی خوب برگزار نشه و در نهایت باز این نمایشگاه هم شاید به لحاظ اقتصادی خیلی فروش خوبی نداشته باشه. این هم از آسیب‌هایی هست که بر پیکره این هنر وارده و در نهایت یک آسیب بسیار جدی و همه جانبه رو من خدمتتون عرض کنم که عدم حضور خط زیبا در کتاب‌های درسی ماست. این شاید مهمترین آسیب به حساب بیاد. خب وقتی که ما در کتاب‌های درسیمون از خط زیبا خبری نیست، از حضور معلمانی که در حقیقت به هنر خط آراسته باشن و یا اینکه از یک هنرمند خوب در مدرسه ها استفاده کنن، واقعا جای هیچ گونه مثلا امیدواری نیست. من تا جایی که با مدرسه ها کار کردم واقعا نه از این معلمین خوب خبری هست و نه از حضور خط در کتاب های درس. و یک مسئله مهمتر این که باز در بطن همین آسیب یه آسیب کوچیک‌تر هم هست یا شاید جدی‌تر. ببینید شما ورود دانش آموز به مدرسه، ببینید در دوره ابتدایی، خب اولین مواجهه بسیار محکم یک دانش آموز یا یک کودک در صحنه یادگیری‌ها یادگیری خط. یعنی اولین چیزی که کودک در مدرسه یاد می‌گیره نوشتن حروف الف واست. خب آیا ما اصلا برنامه‌ای برای زیبا نوشتن این حروف الفبا داریم در مدرسه ها؟ باور کنید نداریم. خب این میتونه یک آسیب بسیار جدی باشه و خیلی آسیب هایی که زیر لایه های متفاوت جامعه گم شده و این هنر به معنای واقعی من فکر میکنم در روزگار الان از سکه افتاده. بهتره که یه تدبیری به کار بگیریم، یه فکری کنیم برای این مسئله تا شاید دوباره بتونیم اون رونقی که در دهه 60 و 70 در ایران داشتیم و اون شکوه هنر خط و خوشنویسی رو دوباره برگردونیم و خورشید فروزان این هنر همچنان دوباره در فضاهای زندگی و بر فرهنگ و تمدن ما دوباره تابان باشه و بدرخشه. خب من فکر میکنم به همین بخش و این گفته هایی که در خدمتتون عرض کردم بسنده کنم و یک بیت رو خدمتتون بگم که داند آن کس که آشنای دل است که صفای خط از صفای دل است. امیدوارم که در هر کجایی که هستی همیشه به خط باشید، دست خطاتون خوب باشه و روزگارتون پر از انرژی و جذابیت باشه. بسیار عالی، بسیار عالی، سپاسگزارم، متشکرم جناب آقای جواد یوسف زاده عزیز، کارشناس ارشد پژوهش هنر هستن و کارشناس گرافیک با موضوع کاربرد و آسیب‌های خوشنویسی در زمان حال. ما به دو بخش بود این برنامه، یکی در مورد کاربردها توضیح داده شد و یکی آسیب‌ها. و اینکه تو قسمت کاربردها خب خیلی نکات خوبی اشاره شد که خط در گرافیک چه استفاده میشه، خود هنرمند توی روح و روانش چه تاثیراتی گذاشته میشه و از لحاظ ارتباطی که میتونه با محیط بگیره، اون خلوتی که براش ایجاد میشه و به ویژه در معماری ما چه اتفاق بزرگی افتاده، نکات خیلی خوبی که اشاره کردین در موردش بود. ولی خب قسمت بعد دومش که آسیب‌هاشو گفتین، آسیب‌هایی که شما اشاره کردید، از حالا اون سیستم مدرسه با کتابت‌هایی که خطشو
خطی نبود که در اندازه خوشنویسی و لایق این خط ما باشه و میشه گفتش که از مشکلات جمع شدن این مغازه هایی که یک زمانهایی ما میدیدیم بنرهایی که هنرمندان یا خط نویسانی مینوشتن برای حالا مراسم های مختلف، یعنی در واقع سیستمی که اومد حالا میشه گفتش که یه جورایی که نه خیلی زیاد ضربه محکمی به خوشنویسی ما زده شد و به قول شما باید اندیشید، تدبیری پیدا کرد که برگردیم به دوران سالهای 1360 و 70 به جایگاه اصلی خط، که دانش آموزان امروز ما برگردن به زمانهایی که خطهای خوبی داشتن. بسیار عالی، اینها نکاتی بود که اشاره‌ای به نکاتی بود که جناب آقای جواد یوسف زاده عزیز در سمینار سخنرانی در مجموعه جوایز پارسی پرژین اوارز با ما همراه بودن و استفاده کردیم. بسیار عالی. من سوال آخر رو از شما میپرسم که نظرتون در مورد مجموعه ما جوایز پارسی پرژین اوارز که این محیط فراهم کرده برای سخن گفتن برای موضوعاتی مرتبط با هنر، دوست دارم نظرتون رو بدونم جناب یوسف زاده عزیز. بله، من بسیار بسیار تصویرتون هم صدای من رو داری؟ بله بله بله، فقط تصویرتون چرخیده، اگر تصویر رو درست کنید سپاس بذارم. بله الان حتما. بسیار عالی، بسیار عالی. نه درست نشد، درست نشد. بله بله بفهم. الان بله، خیلی من که واقعا خوشحال هستم که با شما آشنا شدم. فکر میکنم خیلی مجموعه کارآمدی هستی، هم برای معرفی هنرهایی که به یه صورتی داره منسوخ میشه یا به انزوا کشیده شده، و هم این که اصلا هنرمند رو شما معرفی میکنه، این خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. و من واقعا تشکر میکنم از شما، امیدوارم که باز هم در فرصتهای آتی بتونیم با هم دیگه به هر حال همکاری لازم رو داشته باشیم. بستر بسیار مناسب و فضای بسیار خوبی هست، من بهتون تبریک میگم. امیدوارم که حتما این فضاتون و این حال هوایی که دارین تحلیل پیدا نکنه و همچنان رو به رشد باشه و پر انرژی باشین که این فضای خوبی که ساختین به قول معروف همچنان پایدار بمونه. خیلی متشکرم. من از شما سپاسگزارم برای حضورتون در این برنامه و موضوعی که ارائه دادیم بسیار استفاده کردیم. از شما خداحافظی میکنم و همچنین از بینندگان عزیز مجموعه جوایز پارسی.